rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس، کانال خودتون. مدبکس چشو چالم. آقا ریاکشنی که ریاکشن نباشد ریاکشن نیست. حالا داستان چیه؟ عرضم به خدمت شما که در این چند وقتی اخیر ما قرار شد که به سه ترک های دور تتلو بپردازیم، بعد از ویدیوی مشترکی که با بچه ها داشتیم، مادویار و شهاب صادقی عزیزم، اونجا صحبت شد و از اونجا خیلی دایرکت زیاد گرفتیم. البته خیلی هم فوش گرفتیم، ولی خیلی دایرکت ها وزنش بیشتر بود که بیاین و شروع کنید حداقل یکی دو تایی از تتلو بریم. آره. بریم داستان چی. ما شروع کردیم با تراک سربار ولی کپی رایت گرفتیم. البته کپی رایت کلیم، نه استرایک. استرایک با کپی رایت کلیم فهم کنه. کپی رایت کلیم کاری که میکنه اجازه نمیده شما از اون تراک درآمد داشته باشین. تا اینجاش مشکلی نیست چون حق آرتیسته و میتونه این کار کنه. بعضی آرتیست ها این شکلی هم که تتلو هم جدیدن به این سبکوسی جدیدن که تقریبا تو میگم خیلی وقته به این سبکوسیاقه و کپی رایت داره. کپی رایتش هم سنگینه و بسیار سنتنسیو تنظیم شده از طرف کمپانی بلیوی به این شکل که شما رو شناسایی میکنه و مونتاژتو میبنده. حالا این مشکلی نیست، اتفاقی که برای تراک سربار افتاد. پس به اون دسته از دوستانی که اومدن و گفتن به خاطر پول دارین ریاکشن میدین، تا اینجا کار بگم که ما یه دلار هم از سربار در نیاوردیم. ولی موضوع اینجوری شدش که دیدیم اگر بخوایم ادامه بدیم به ریاکشن رفتن به تتلو، با توجه به اینکه تتلو یه آرتیستی که یه دفعه میدید در یک ماه 5 تا 10 تا کار میده بیرون، دو سه روز سه تا کار داده بیرون، ما اومدیم به خودمون بیایم یه ریاکشن نگیریم، سه تا دیگه اومد از آلبوم جمع شد و جزء آرتیست های پرکاره. اتفاقی که میفته مثل اتفاقی که در مورد یاس هم میفته، یعنی شما یاس هم که ریاکشن بری بدون برو برگر کپی رایت کلیم میگیری. اتفاقا جالب اینه که بیشترین ویوی که در کانال ما وجود داره مربوط به ترک بیمه یاسه. بیشترین ویو رو داره ولی یک دلار ما درآمدش نداشتیم. ولی فرقی که داره، خب یاس یه سالی دو سالی یه ترک میده و خب حالا یه کپی رایت کلیم هم دیگر میداری، اتفاق نمیفته. کپی رایت. حالا چه اتفاقی میفته زمانی که شما این کپی رایت کلیم رو پشت سر هم دریافت میکنی؟ یعنی یهو در یک ماه میبینی شما مثلا 30 تا ویدیو ریلیز کردی در کانال خودت، از این 30 تا 10 تاش کپی رایت کلیم داره، 15 تاش کپی رایت کلیم داره. کم کم یوتیوب میاد و الگوریتم شما رتبهش میاد پایین. چرا؟ چون میگه این همش داره از کپی رایت کلیم استفاده میکنه، کانتنتی که مال خودش نیست و دیگه تو جز اولویتای در واقع یوتیوب نیستی و این باعث میشه که رشد کانالت مشکل بخوره. بله، کانال از رشدش متوقف میشه. و ببینید تقریبا میتونم بگم که تمام کانال ریاکشن، ببینید هر کی بگه نه که دروغه، به هر حال درست عشق به موزیک یا به رپ دارن، ولی تمام کانال ها به هر حال به عنوان بیزینس براشون و پشتبندش باید پول درارن. حالا یه وقت میبینی که دو تا حالت بیشتر وجود نداره، که یه سری رپرها که اینجا روک بگم میخوان جدید شروع کنن، میخوان چهره بشن و جز اون هزینه هایی که میکنن هزینه رو هم در نظر میگیرن که به ریاکشن کارا، مثل رسانه های رپیه که برای معرف شدن، این همه میدونن دیگه، خیلی هستش پول میدن که ریاکشن سفارشی بگیرن. و چرا پول میدن؟ چون ویو ندارن، خودشون میدونن کسی نمیشناسشون. اگه من ریاکشن کار بهش بپردازم ویوی ندارم که ازش پول دارم، باز بابت وقت و انرژی که میذارم و پول بگیرم دیگه. حالا همه کانال هم تقریبا این کار انجام میده. دسته دوم چیه؟ خب آرتیست هایی که شناخته شدن که ویو میارن و باعث رشد کانال تو و درآمدتون میشن. حالا یا باید باعث رشدت بشن یا درآمد دیگه، ولی اگر که تو درآمد از اینا نداشته باشی مهم نیست، بشه دیگه کپی رایت کلیم نگیری، یعنی جلوی رشدت هم نگیرن، جلوی رشدت هم نگیرن دیگه. حالا موضوع این شد که ریاکشن کارا که دارن به تتلو میرن به این نتیجه رسیدن که جوری پاس بزنن که کپی رایت کلیم نگیرن و
باعث بشه که رشد کانالشون مختل نشه. اصل داستان اینه که ما دوست داریم که به خاطر شما ما خیلی رپرایی هستن که اصلا رفیقمونن، باشون خیلی هم اوکییم. آره. ولی خب متاسفانه به علت اینکه اون کمپانی که باش بستن کپی رایت بزنن، یا خودشون پیگیری نکردن، یا کپی رایت برداشته نشده، ما دیگه بهشون نپرداختیم. من اسم نخوام ببرم از دوستانو، یعنی باشون دوستی، یعنی رفاقت داریم. آه. ولی یه مدت موزیکاشو نمیریم به علت اینکه کانال از اون الگوریتم خارج نشه. یه چیزیه که برای دو طرف حل شده است که نمیتونیم بپردازیم بهشون. خب داستان اینم بگین تو پرانتز، تو میدونی بچه‌ها میگه ما 6 ماه سعی کردیم کپی رایت کلیم نگه نداریم در کانالمون. به هر صورت نزدیک 1 سال و نیم داریم زحمت میشه رو این کانال دیگه. و حتی کانتنت های دیگه اومدیم تهران داریم تولید میکنیم که حالا بعدا از این داستان خارج بشیم، یه خورده آره. کم رنگ تر بشه کپی رایت دریافت کردن. دقیقا. حتی اون یه مدت کوتاهی هم که تا آرتیست بخواد اقدام میکنه برای برداشتن کپی رایت، اون مدته یعنی وجود نداشته باشه. در مورد امیر هم با توجه به اینکه بهتون قول دادیم که بهش ریاکت بریم، و با توجه به اینکه واقعا امیر تتلو خیلی آرتیست پرکاریه، حالا علاوه بر اینکه ما یه عالمه ترکش مونده که نرفتیم، تو همین دو سه روزی که ما تصمیم گرفتیم شروع کنیم بریم، اصلا یهو سورپرایز شدیم و دو سه تا آهنگ پشت سر هم اومدش. و ما فکر کردیم که اگه بخوایم قرار باشه پشت سر هم اینا رو کپی رایت بگیریم، ما توجه بکنیم این دقیقه ما ترک اولو خیلی نرمال بدون اینکه پشت سر هم پاز بزنیم رفتیم و کپی رایتش رو دریافت کردیم. حالا گفتیم مثلا یه ترک ماهی یه دونه، ولی یهو دیدیم که پشت سر هم کار اومد و شما شاکی بودین از اینکه چرا نمیرین، چرا کارهای دیگر میره نمیرین. تصمیم گرفتیم این روند رو در پیش بگیریم که کپی رایت دریافت نکنیم. خب این، ولی اینکه یه سری منم کامنت زدن که این مدل پاس دادن خاطر اینه که درآمد داشته باشن، رو مختون رو درآمده. اصل داستان اینه که این پشت سر هم اتفاق نیفته، یعنی کپی رایت کپی رایت کپی رایت، یهو کانالو کلا از ساجستشن خارج میکنه، از الگوریتم خارج میکنه، کانال دیده نمیشه دیگه توی سرچ. خب مثلا یاسو به قول فرزاد که ما میریم در سال یک یا دو تا ترک بخواد بده، با فاصله زمانی طولانی کپی رایتش که دریافت کنیم مشکلی نداره، اون کانال یه دونه کپی رایت گرفته در عرض 6 ماه. مثلا امیرم اگه 6 ماه یه دونه بریم کپی رایت کنیم، آره، اونم هیچ مشکلی نداره. نظرم بیشتر داستان برمیگره به این جنبه‌ش، دارم میگم بهتون بچه‌ها، این داستان است که کپی رایتر رو دریافت نکنیم. یه خود شما البته که سعی می‌کنیم توی پاز زدن خود حرفه‌ای‌تر بشیم، جای درست پاز بزنیم، چون دیدم آره خیلی که حس آهنگو از دست ندین، حق دارین شما. ولی خب لازم دونستیم که بیایم توضیح بدیم بهتون که سوء برداشت نشه. آره، دلیلش این کپی رایت‌های سنگینی که وجود داره، صرفاً هم دلیلش مالی نیستش، واقعا دلیلش اینه که اگه بگیم اصلا مالی نیست، اصلا کیا پول بدش میاد، همه بالاخره آره. مثلا شما خود داری میری سر کار، مثلا پول نمیگیری میری اونجا کار میکنی. اگه بگیم اصلا مالی نیستش، دروغه، هر کی این حرفو بزنه دروغه. ولی این ویدیو بهمون میده نیست، پولیه که کانالمون داره بهمون میده و دلمون نمیخوادش که این کانال از الگوریتم خارج بشه، از اون داستان روند کسب درآمدش خارج بشه، درآمد کلیمون تاثیر بذاره. پس ما شما دوست داریم به عشق خودتون برگشتیم واقعا سراغ ریاکشن به ترک های امیر. البته که خودمون لذت میبریم، البته که من تو خلوت خودم امیر تتلو گوش میدم، اصلا نمیخوام نقش بازی کنم واسه کسی، ولی شما میخواد با ما راه بیاییم، ما سعی میکنیم که پاس جایی بهتری بزنیم که شما اصلا بعد ببینیم. بچه ها یه بحث رو بگم، کامیونیتی ریاکشن کلن دیگه پذیرفته شده در موزیک، در رپ فارسی حداقل پذیرفته شده. خیلی آرتیست ها الان تعامل دارن با کانال ریاکشن و پذیرفتن که این کامیتی وجود داره، و قطعا در نهایت باعث رشد رپ فارسی هم خواهد شد. بی تأثیر نبوده، بی تأثیر نبوده. نبوده. تأثیر مثبتش بیشتر از منفی بود. تأثیر منفی که من نمیدونم، اگه تأثیر گذار نبود این همه آرتیست جدید نمیومدن پول بدن حالا دقیقا. یه سری ریاکشن کارا که بخوامشون بپردازن که دیده بشن. یعنی پس تأثیرش مثبت بوده دیگه. موضوع اینه که خب خیلی آرتیست ها اینه دیگه پذیرفتن، از نسل یکی ها بگی تا نسل چاری ها. آره نمیزنن کپی دیگه. الان خیلی وقت این کپی رایت در واقع حل شده موضوعش. ولی حالا راجع به امیر تتلو اشکالی هم نداره، به هر حال حق آرتیست میتونه اینطوری باشه. ولی اگر شما دوست داریم ما بهش بپردازیم،
فعلا ما هیچ مشکلی نده اینگونه اما بپذیری، یا واقعا اگه انقدر ریاکشن فکر میکنید اوکی نیست و دوستش ندارین، که من خودم فکر میکنم که خب 100% کیفیت ریاکشنمون یه مقدار افت میکنه وقتی تو مجبور بشی پاز این شکلی بزنی با فاصله زمانی. آره. مجبوریم با فاصله زمانی یا بذاریم، یا اینکه اینو فعلا اما بپذیرین تا امیدوارم که این مشکلم حل بشه و شاید اصلا خود امیرم در جریانش نباشه، شاید هم باشه، من هیچ اطلاعی فعلا ندارم، ولی اصلا سوار سیاست کاریه، سیاست کاریشونش اشکالی نداره. خب آره. ما هم سیاست کاری کانال خودمون داریم، نه صرفا بازم تاکید کنم نه صرفا به خاطر درآمدی که از همین یه ویدیو داریم، به خاطر اینکه رو درآمد کلی کانالمون تاثیر میذاره پشت سر هم کپی رایت دریافت کردن. پس اینا فعلا راهکارش اینه که میبینید همه بچه‌هام دارن اینجوری میپردازن و اونایی که اینجوری نمیپردازن حالا یا کمتر ریاکشن میرن یا احتمالاً ضربه میبینه کانالشون، یا شاید مثلا در جریان نیستن که در آینده چه اتفاقی برای کانالشون میفته، نمیدونم، ولی امیدوارم که این تعامله باشه، بهتر باشه، که هم ما با کیفیت تر کار کنیم، هم شما عشقشو ببرید اگر دوست دارین، همین که در کل تمام این داستان اینه که همه رشد کنن دیگه. همینجوری که امیر تتلو خودش اومده این همه سال کار کرده، خب بالاخره دوست داشته که کارش رشد کنه و رشد کرده دیگه. امیر تتلو روز اول اینجوری نبوده که همه، هر کسی در کارش به هر حال یه سیاست کاری مشخص داره. ما هم خیلی رفاقتانه اومدیم این صحبت کردیم. آره، که به دلتون نگیرین یا فکر نکنین داستان فقط مالیه یا داستان فقط مثلا اینه که ما دنبال ریاکشن رفتنش باشیم، ما بیشتر دوست داریم دورم حال کنیم. آره. دمتون گرم، تا آخرین ویدیو همراه من آنکتا بودی، حتما منتظر نظراتون هستن، این نظر خاصی راجع به این داستان دارید و پیشنهاد خاصی دارید خیلی هم اوکیه بنویسید، دوره هم حلش میکنه. مدبکس چش چالم از هر جای دنیا که ما نگاه میکنید، امیدوارم که سلامت باشید و بسیار زیاد خودتون مراقبت کنید. دوستتون داریم، خدافظ.